مهمترین رویدادهای این ساعت اعلام نام پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی از سوی حکومت شهروند خبرنگارها از مشارکت پایین میگویند علی خامنه ای چند ساعت قبل از شروع دور دوم رأیگیری انتخابات ریاست جمهوری پیامی غیر منتظره و نامتعارف به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره تغییر دولت در ایران فرستاده. درود به شما همراهان و هممیهنان بار دیگه به ایران دیلی خوش اومدید اینجا مهمترین رویدادهای روز رو براتون داریم اگر از ویدیوها خوشتون اومد لطفا لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید هر لایک شما به ما انرژی میده تا محتوای بهتری براتون آماده کنیم و شاید بتونیم قدمی هم به سوی آزادی میهن از چنگال دیکتاتوری آخوندی برداریم سپاس که همیشه همراه ما هستید پیام علی ای به پوتین چند ساعت قبل از شروع رأیگیری دور دوم انتخابات توسط محمد مخبر دسفولی کفیل ریاست جمهوری ایران به صورت شفاهی به رئیس جمهوری روسیه منتقل شد مخبر که برای شرکت تو نشست رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قزاقستان رفته بود تو دیدار با پوتین گفت اول از همه سلام رهبر به شما و تشکر از پیگیری مسائل بین ما و حضور هیئتی که فرستادید برای تشییع جنازه رئیس جمهوری شهیدمون رو برسونم ایشون گفتن که بگم مسائل بین ما و روسیه خیلی عمیق و غیر قابل تغییر هستن و با تغییر دولت ها هم عوض نمیشن تصاویر و ویدیوی انتقال این پیام نامتعارف خامنه ای به پوتین تو رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده این پیام درست قبل از دور دوم رأیگیری انتخابات نشون میده که خامنه ای داره دست و پا میزنه که نگرانی پوتین رو بابت احتمال تغییر سیاست های حکومت جمهوری اسلامی در قبال روسیه رو کم کنه بعد از مرگ رئیسی روسیه خیلی غافل ایران اعلام کرد که تایید پیشنویس توافق نامه ی همکاری جامع با ایران رو به تعویق انداخته. زمیر کابلوف یکی از های ارشد روس و نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان گفت که توافق همکاری های جامعه ایران و روسیه به خاطر مشکلاتی که طرف ایرانی داره موقتا تعلیق شده اما این تعلیق ربطی به مرگ رئیسی نداره و یک تصمیم راهبردی از طرف رهبران دو کشوره پیشنویس این توافق آخرای دوره ریاست جمهوری حسن روحانی آماده شده بود اما مذاکره بر سر جزئیاتش تو سه سال اخیر زمان ریاست جمهوری رئیسی انجام شده. بعد از جنجال هایی که تو ایران به خاطر اعلام تعلیق تصویب این قرارداد از طرف روسیه به وجود اومد سرگئی لاوروف وزیر خارجه ی روسیه گفت که دو کشور بعد از اینکه تهران یه سری مسائل اداری رو حل کنه میتونن توافق جامعه رو امضا کنن دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین و فرد نزدیک به پوتین که تو دو, دو سفر آخرش به تهران هم همراهش بود گفت که مسکو و تهران همچنان دنبال توافق نامه ی همکاری جامعه دو جانبه هستن ولی ممکنه زمانبندی بعضی چیزا تغییر کنه. اون گفت که روسیه قصد روابطش رو با ایران توسعه بده. وای به حال مردم ایران در جریان حرفای انتخاباتی خیلی از وابستگی ایران به روسیه و چین و کمک تسلیحاتی به پوتین تو حمله به اوکراین انتقاد کردند بعضی از سیاستمدارای سابق جمهوری اسلامی مثل محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه این روش رو نامناسب دونست ظریف گفته بود روسیه میدونه که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه ای نداره و به خاطر همین رو به تهران تحمیل میکنه سه سال پیش هم توی یه فایل صوتی لو رفته ظریف شدیدن از سیاست روسیه در قبال ایران انتقاد کرده بود و تلویحا گفته بود مسکو قاسم سلیمانی فرمانده ی کشت شده یه نیروی قدس سپاه پاسداران رو به جنگ سوریه کشونده و تمایلی به رفع تحریم های بینون مللی علیه ایران نداره رئیسی تو سه سال ریاست جمهوریش دو بار به خواست خودش به مسکو رفت تا با پوتین ملاقات کنه یه بار تو تهران میزبانش بود و یه بارم تو ازبکستان دیدارش کرد هرچند رئیسی و وزیر خارجش حسین امیر عبداللهیان به وضوح تمایل داشتن به روسیه نزدیک باشن و عاشق پوتین بودن اما سیاست نزدیکی جمهوری اسلامی به مسکو رو دفتر خامنهای ای تعیین میکنه و به دولت اجازه دخالت تو این موضوعات رو نمیده همین باعث شد که ظریف که از منتقدای این رویکرد جمهوری اسلامی خودش تو دو دوره ی وزارتش بیشترین سفر خارجیش رو به روسیه انجام بده با اینکه به این رابطه انتقاد داشت ولی بیشتر از 32 بار به روسیه رفت یعنی تقریبا هر سه ماه یه بار یه بارم که تو زمان شیوع کرونا به روسیه رفت حامل پیام حسن روحانی بود ولی پوتین حاضر نشد باهاش ملاقات کنه و ظریف مجبور شد که از داخل روسیه به صورت تلفنی با پوتین حرف بزنه و پیام رئیس جمهوری ایران رو بهش برسونه روابط ایران و روسیه از اون موقع با دادن پهبادای انتحاری جمهوری اسلامی به مسکو و استفاده ازشون تو جنگ علیه اوکراین وارد مرحله ای شد که تا حالا تو تاریخ ایران سابقه نداشته. خامنه ای با این تصمیم ایران رو شریک تجاوز نظامی روسیه به اوکراین کرده که بجز تبعات حقوقی در آینده تا همین الان باعث تحریم های متعددی از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا شده. دولت های اروپایی میگن این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیته که تحریم های این شورا علیه جمهوری اسلامی رو تعلیق کرده بود ولی احتمال بازگشتش در مهر 1404 وجود داره حالا با پیام شفاهی خامنه ای به پوتین مشخصه که رهبر روسیه از احتمال تغییر سیاست های جمهوری اسلامی در برابر مسکو نگران شده و خامنه ای هم تلاش کرده بهش اطمینان بده که هیچ تغییری تو این سیاست ها رخ نخواهد داد. اینکه که خامنه ای چند ساعت قبل از دور دوم انتخابات پیامش رو به پوتین فرستاده خیلی جالبه چون کمپین مسعود پزشکیان به مردم میگفت که روابط خارجی ایران به این بستگی داره که کی رئیس جمهور بشه خامنه ای به پوتین و به جامعه جهانی دوباره پیام داده که اختیار امور کشور دست خودشه و رئیس جمهور فقط مجری سیاست های اونه این پیام همزمان با روزهایی اومده که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی خامنه ای که مسئول ارتباط با روسیه بوده حال و روز جسمیش خوب نیست و احتمالا پیام ها دیگه از طریق اون منتقل نمیشه. اینکه روسیه کاملا به وضعیت قدرت تو جمهوری اسلامی و اختیارات مطلق خامنه ای آگاهه خامنه ای باز همین پیام رو نه فقط به روسیه بلکه به داخل ایران و بقیه قدرت های جهانی فرستاده که رئیس جمهور ایران فقط یک عنوان تشریفاتی داره و قدرت اصلی همونطور که 35 سال گذشته بوده دست دیکتاتور 85 سال است. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسم مسعود پزشکیان رو به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی تو این رأیگیری حکومتی برای جایگزینی ابراهیم رئیسی اعلام کرد. ستاد انتخابات صبح شنبه 16 تیر ماه ادعا کرد که 3 میلیون و 530 رأی شمرده شده که مسعود پزشکیان 16 میلیون و رأی آورده و سعید جلیلی 13 میلیون و رأی گرفته این آمار و ادعای مشارکت نزدیک به 50 درصدی در حالی اعلام شده که گزارش و مشاهدات زیادی از مردم و خبرنگاران شهروندی نشون میده حوزه های خالی بوده و خیلی ها این دوره از رایگیری رو تحریم کردند. رسانه های بین المللی از مشارکت پایین و کم سابقه مردمی تو دور دوم انتخابات خامنه ای خبر داده بودند. خبرگزاری رویترز نوشت شروع دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تو ایران با بی تفاوتی مردم تمام شد. این دور دوم بعد از رأیگیری 28 جوان با یکی از پایین ترین میزان مشارکت ها برگزار شد. بله سلام عرض میکنم خواهش میکنم چی اگر پاسپورتتون یا یا گوشی تلفنتون بدهید چه برخدمت شما بذاریدتون بذاریدتون برخدمتتون آقا What are you yeah, doing? Yeah, I'm yeah, asking yeah. you my question. Excuse me. No, yeah, you're yeah. of... but Do you have your passport or anything yeah, yeah, like that? Yeah, I do. I Put do. your phone away. This in? camera, this camera is taking a picture. Excuse right? me. What are you what doing, do you, guys? Do you have your passport? Yes, I literally asked you just it? now. Yeah, but I, my, I have my passport. Like, what, what's the problem? They recorded. No, I'm not. Okay, well, go get your passport. Okay, I'll come back. Right. But if I come back and I have it, they have to let me vote, right? Yeah, yeah it's cool. Yeah. just gotta get your passport. Okay, like, what's the animosity about? Like, what's the problem? It looks like you're recording. No, it's not. نو. منتقدان میگن این کمبود مشارکت یعنی مردم دیگه به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن نه بابا حالا فهمیدین؟ شعب اخزره کرج پرنده پر نمیزنه. بچه داره پفک میکنه بازار کساد انتخابات بیا خیابون خلمتی شینی اینه میفرستم برای اینترنشنال واقعا مردم دیگه زده شدن <applause> سo پرس هم گزارش داده که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تو ایران برگزار شده ولی مردم با رژیم حاکم شمشیر رو از رو بستن و نارضایتی عمومی هم که روز به روز بیشتر میشه دوره اول رای که هفته پیش برگزار شد کمترین مشارکت رو داشت و انگار کسی دلش نمیخواست رای بده. ما توی سی تا شعبه رای توی تهران سر زدیم. مردم خیلی کم بودن. حتی کمتر از دور اول. تلویزیون دولتی صفای ساختگی رو نشون میداد. ولی واقعیت اینه که بیشتر جاهایی که خبرنگارای ما رفته بودن خبری از رای دهنده ها نبود. هنوز تعداد دقیق و واقعی آرای روز جمعه مشخص نیست. هیشکی نیست خالی تاز خالی هر کس هم اینجاست، فقط داره رد میشه و دنبال زندگی عادی شه. نه به سیرک انتخابات لعنت به اقلیت خواهی اینجا هم یه دونست تاز انتخابات هیشکس نیست کسادی بازار انتخابات در شهرستان مراقب 15 تیر 1403 همونطور که ملاحظه میفرمایید شعب جمعیت موج میزنه اینا همی الان رای دادن و حالا جا باسه سوزن انداختن نیست و حالا چهار تا آدم واسه رد می خبرگزاری فرانسه هم نوشته که تو دور اول رأیگیری کمترین مشارکت مردم رو از زمان انقلاب 57 تا حالا دیدیم. گاردیان هم گفته که تو دور دوم انتخابات منتقدا میگن که این حضور پایین مردم نشونه از مخالفت فضاگنده با جمهوری اسلامیه. بابا اینا چقدر زرنگن. گزارش ها نشون میده که با وجود همه تدابیر و تبلیغات گسترده ی حکومتی مردم هیچ اعتنایی به این نمایش انتخابات نداشتند. گزارش‌هایی از برخی مناطق تهران به وزارت کشور حاکی از اینه که تعداد رأی ها حتی کمتر از دور اوله. مهدی محمودیان زندانی سیاسی سابق گفته که حتی با آوردن صندوق رأی به زندان اوین بیش از صد زندانی سیاسی اصلا حاضر نشدن تو این انتخابات شرکت کنن. نه تو رو خدا شرکت کنی نه تو زندان. این زندانیا که از چهره های سرشناس هستند شامل مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، نرگس محمدی، فایز هاشمی و سپیده قلیان میشن. همه اعلام کردند که تو این نمایش انتخاباتی شرکت نمیکنن و روی آرمان های آزادی خواهانه که خودشون پافشاری کردند. هفته یه گذشته هم این زندانی ها با بیانیه ها و نامه های سرگوشاده گفتن که تو دور دوم انتخابات هم شرکت نمی کنن. مهدی محمودیان که خودش هم از فعالای سیاسی هست قبلا گفته بود که تو این انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنه. این حرکت زندانی های سیاسی نشون میده که حتی تو زندان هم حاضر نیستن این نمایش انتخاباتی رژیم رو قبول کنن و با عدم شرکت خودشون یک نعه محکم به رژیم گفتن. سپاس که تا اینجا با ما بودید امیدواریم از ویدیوها لذت برده باشید و مطالب براتون مفید بوده باشه پس خواهش میکنیم اگه این گزارش رو مفید دونستید لایک کنید و نظرتون رو برامون بنویسید هر لایک و نظری که میذارید به ما کمک میکنه تا بهتر بشیم و جامعه آگاه تری بسازیم با لایک ها و نظرات شما میتونیم محتوای بهتر و بیشتری تولید کنیم و به افراد بیشتری آگاهی رسانی کنیم تا برنامه بعدی